1401 رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. حضور شما میدونم. شروع سال تحصیلی جدید و تنین افکنی شمیم بوی مهر در فضای ایران اسلامی و آغاز جشن دانایی و خرد و عید اندیشه رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و به همه این عزیزان سلام میفرستم و خدا قوت. امسال مهر علاوه بر تقارن با اربعین و تقارن با دفاع مقدس یک ویژگی دیگر هم داره و اون ویژگی این است که بعد از 2 سال وقفه حضور دانش آموزان در محیط مدرسه و کلاس درس و درک محضر حضوری معلمان قرار است به تدریج و اقتضایی و ترکیبی انشاءالله دانش آموزان به مدرسه بیایند. امروز هیچ پژوهش مستندی نداریم که عدم حضور دانش آموزان در مدرسه رو یا حضور دانش آموزان در مدرسه رو در پاندمی کرونا مؤثر بداند، اما پژوهش‌های متقن و مکرری داریم که عدم حضور دانش آموزان به کیفیت آموزش، به سلامت روانی، به سلامت جسمانی و به سلامت اجتماعی دانش آموزان در دنیا و ایران لطمات جدی زده است. لذا ما در سطح آموزش پرورش استثنایی تمام مدارس زیر 50 نفر برای ناشنوایان و نابینایان و ناتوانان ذهنی کلاس‌های با تراکم 6 نفر و اگر بیشتر بود به 2 گروه و برای آسیب جسمی حرکتی و اوتیس و چند معلولیتی با کلاس‌های 3 نفره و اگر بیشتر شد به 2 گروه تا حفظ سلامت و تضمین سلامت رو در بر داشته باشه، انشاءالله به تدریج به شکل اقتضایی این آموزش‌های حضوری رو آغاز خواهیم کرد. خواهشم از خانواده‌ها، معلمین و مدیران آن است که ما را در این امر مهم یاری کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. من حدودا 16 سالم بود به جبهه رفتم، بعد مجروح شدم، نیتو دستم منفجر شد، 2 سال درگیر درمان بودم. بعد از 2 سال سال مهما یه همچین روزی اومده وارد دبیرستان مجتمع نابینان شهید محبی شدم همینجا و دوره جدیدی تو زندگی من شروع شد. یعنی من تا قبل از اون اصلا نمیدونستم نابینایی یعنی چی، اصلا آیا یه نابینا میتونه زندگی کنه، اصلا یه نابینا چه دردی میخوره. و من درس خوندن رو شروع کردم چون 2-3 سال از درس عقب افتاده بودم به خاطر درمان. اول مهر رفتم سر کلاس اول دبیرستان یعنی 9 نشستم، آذر ماه 10، 11، 12 یک سال خورده دیپلم رو گرفتم، وارد دانشگاه شدم و دانشگاه معاصر قلعه سلام فارغ التحصیل شدم. بعد در دانشگاه تهران دکترای فلسفه اسلام. یه روزی بچه ها نابینایی یک درد لاینحل بود، یه درد بیدرمون بود. امروز اینطوری نیست بچه ها. دهه 80، 1380 تا 1390 دوران و
و عرصه جدیدی ما وارد شدیم که شاید با نابینایی به اون معنای قدیم خودش دیگه فراموش با خداحافظی کردیم و فراموش سپردیم. الان یک نابینا خیلی کار رو میتونه بکنه، از نوشتن، از خواندن، مقاله نویسی، داستان نویسی، رمان نویسی، نقد، آموزش، تدریس و اینا ماشاءالله کارهای زیادی که یک نابینا میتونه انجام بده. من امیدوارم روزی برسه که معاون رئیس جمهور از بین بچه ها اینجا ببینم، وزیر ببینم، نماینده مجلس ببینم، مدیر کل ببینم. اینا شدنیست بچه ها. تا چند سال پیش اینا شوخی بود، اینا مسخره بود، الان واقعیته. برید بهش برسید. ما دانشمند نیاز داریم، ما متفکر نیاز داریم، متفکر نابینا. گویند چرا عشق و شهادت تو هم؟ نظرشون باشین و از علم و دانششون در کنار اون تعهد و خلوصی که اون روزها به خرج دادن به نام خداوندی که قلم را آفرید و آن را شایسته سوگندی و پیشتازان علم و معرفت. همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خود موکب به موکب عطس گل و اسپند چایی از جون و دل مایه گذاشتن واسه مردم. هر کی یه جور عرض را دست میکنه اینجا از هر جا باشی میشنوی هر دم حلبی کن. بارلاها به سوی تو آمده این تا ما را دریابی. پاییز آمده به سراغ بهارها، سر آمده است حوصله انتظارها، فانوس روی نیزه دریا چه می کند، خورشید در اسارت شبها چه می کند. سلام عرض میکنم خدمت تمام حضار گرامی. سال تحصیلی رو به همه تبریک عرض میکنم. من رضا اربابی هستم و نوازنده تارمون سجاد محمدی که ما دو تا رفیق اولی خروجی هنرستان شهید محبی هستیم. کلاس چند امید؟ بله من امیر امینی هستم و با امید خداوند متعال امسال میتونم به کلاس هشتم راهنمایی و متوسطه اول برسم. خب از اینکه امسال مدرسه داره حضوری میشه خوشحالی یا ناراحت آقای؟ خب ببینید من اگه بخوام خیلی درست درس بکنم و یه جوری باشه که فقط مختص خودم نباشه و مختص تمام دانش آموزان باشه، خب از جنبه های مختلفی داره. از لحاظی خوشحال هستیم همه ما و برای اینکه مدرسه داره حضوری میشه به همت واکسیناسیونی که تو کشور انجام میشه، ولی
بازم مشکلاتی هست و از چیزی هم بعدی رو داره خدمتتون بخوام عرض بکنم. چه بعدی حالا داره سر خیلی از شما این سال رو از من بپرسید. بعدیش اینه که ممکنه شیوع ویروس منحوس کرونا بیشتر بشه، ولی حالا من امیدوارم که تمام قولهایی که آموزش پرورش استثنایی داد به عمل هم بیانجامه و فراتر از حرف باشه. انشالله. ماسکتون بزنید بسرم. انشالله. حالا ما انشالله با همون حفظ سلامت، چون سلامت شما برای ما از درجه بالای اهمیت برخورداره، انشالله با حفظ سلامت هم کارهای کلاسون هم شروع بشه. انشالله. جزو اون 311 نفره که امسال قبول شدن ببینیمش. موفق باشه هم ازش. بچه ها خدا حافظ. سلام خانم خیلی ممنون. شما سال چنده میتونه اینجا مشغولیم؟ من دیگه 27 سال برای همش اینجا نبودم. اینجا مجبور سن واقعی هم بگیم. از رو شروع کردم فرحان رسیدم. انشالله که موفق باشی. خیلی ممنون. کدومتون چرا از کدوم میره؟